ادامه خبرها از سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران. 55 اعدام ثبت شده فقط در 10 روز. عنوان اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران درباره موج اعدام هاست. در همین رابطه رئیس جمهور برگزیده مقاومت بار دیگر بر ضرورت ارجاع پرونده جنایت های این رژیم به شورای امنیت تاکید کرد. در اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت آمده است شمار اعدام ها بعد از نمایش انتخابات رژیم بالغ بر 308 تن می شود. امواج اعدام شهرهای سراسر ایران را فرا گرفته و هیچ منطقه ای از ایران نیست که از ستم و سرکوب جانیان حاکم در امان مانده باشد. شمار اعدام ها تنها در فاصله 10 روز اخیر به 55 تن بالغ می شود که دست کم 20 تن از آنان به طور رسمی زندانی سیاسی بودند. علاوه بر این اعدام زندانیان سیاسی زیر عنوان مجرمان عادی و قاچاقچیان مواد مخدر یک روال شناخته شده در رژیم آخوندی است. رئیس جمهور برگزیده مقاومت سرکوب و شکنجه و اعدام را وجه مشترک همه باندها و دستجات رژیم و لازمه بقای آنها خواند و گفت تبلیغ اعتدال و میانه روی در بربریت حاکم بر ایران هدفی جز فریب جامعه جهانی یا توجیه معامله و مماشات با این رژیم قرون وسطایی ندارد. خانم رجوی جامعه جهانی را به محکومیت قاطع نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران به ویژه اعدام‌های جمعی و خودسرانه فراخواند و تأکید کرد سکوت و بیعملی در مقابل این رژیم کمک به آن در استمرار و تشدید جنایاتش است. تنها راه ارجاع پرونده جنایت‌های رژیم به شورای امنیت ملل متحد و محاکمه و مجازات سردمداران آن به خاطر جنایت علیه بشریت است. جنگ گرگ‌ها در رأس نظام آخوندی بین خامنه‌ای و رفسنجانی بر سر خوراندن زهر اتمی و رابطه با آمریکا به ولی فقیه ارتجا به نحو فزاینده‌ای ادامه دارد. ارگان ولی فقیه ارتجا در سرمقاله امروز خود نوشت عده‌ای در داخل شعار مرگ بر آمریکا را مساوی مرگ بر سیاست‌های دولت نشان می‌دادند. این روزنامه به تفسیر حرف‌های اخیر خامنه‌ای در مورد مذاکرات اتمی پرداخت و نوشت تعیین مرز مذاکره موضوع بسیار مهمی بود که خیال را راحت کرد. مدت‌ها بود عده‌ای راه افتاده بودند و دنبال پهن کردن فرش قرمز برای یانکی‌ها بودند و هر شب خواب پنبه‌دانه می‌دیدند. آنقدر باورشان شده بود که تبلیغات ضد آمریکایی در سطح شهر را مانع رویای شیرینشان می‌دانستند. اما تصریح رهبر انقلاب بر اینکه مذاکره صرفاً در موضوع هسته‌ای است ولا غیر مهر بطلان بر این آرزوها زد. موسوی عضو مجلس ارتجاع از باند خامنه‌ای نیز هشدار داد مجلس جلوی هر گونه کرنش و انحراف را خواهد بست. مغلوب شدن در پی تغییر لحن آمریکایی‌ها حرکتی ساده لوحانه است. وی رئیس جمهور رژیم را مخاطب قرار داد و گفت آقای روحانی شما در روزهای آغاز به کار خود گفتید بنده با داس نیامده ام، اما شواهد و قرائن موجود این گفته شما را تایید نمی کند، بلکه به جای داس با کمباین در حال درو کردن برخی از مدیران هستید. همزمان باند خامنه‌ای در مجلس ارتجاع از قصد خود برای استیضاح شماری از وزرای آخوند روحانی خبر داد. روزنامه حکومتی ابتکار نوشت 3 ماه و چند روز پس از آغاز به کار دولت 11 برخی از نمایندگان مجلس برخی از وزرا را تهدید به استیضاح کردند که در صورت عملی شدن میتواند رکوردی در کارنامه مجلس و البته دولت باشد. نام برخی از این وزرا عبارتند است ظریف وزیر امور خارجه، زنگنه وزیر نفت، نعمت‌زاده وزیر صنعت و فرجی دانا وزیر علوم. در مقابل رفسنجانی بار دیگر با زیر ضرب بردن سیاست‌های خامنه‌ای زیر عنوان مذاکره سخت‌تر از بیلبورد زدن است، با تقدیر از وزیر خارجه آخوند روحانی بر روی سایت خود نوشت راه اعتدال درست از همین جاست که از افراد جدا می شود. راه اعتدال سخت است و پرچالش،
ولی در راستای مصلحت نظام. راه افراد ساده است و بیچالش، خرجش تنها مقداری شعار است و چند تا بیل برد. حالا سودش به جیب چه کسی می رود؟ خدا عالم است چه درد بزرگی است. سایت رفسنجانی اضافه می کند نام امام و خامنه ای و هاشمی به شکل جدا ناپذیری به هم پیوند خورده. حرف آخر را هم رهبری در سال 69 زدند که هاشمی از امام نگوید که بگوید، مگر کسی نزدیکتر و معتمدتر از هاشمی به امام هم بوده؟ برخی به عقل ناقص خود حرف میزنند و فقط ذهن مردم را خراب میکنند. ادامه خبر. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه به جواد ظریف وزیر خارجه آخوندها گفت رژیم ایران باید به نگرانی های جامعه بین المللی به طور قاطع و قابل تایید پاسخ دهد. وی که قبل از دور بعدی مذاکرات هسته‌ای در ژنو سخن میگفت به رژیم آخوندی گوشزد کرد، زمان برای مذاکرات نامحدود نیست. جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندی در مصاحبه با تلویزیون فرانسه 24 از استمرار تحریم‌های بین‌المللی علیه دیکتاتوری آخوندی ابراز نگرانی کرد و گفت ما از اینکه تعداد زیادی تحریم‌های غیرقانونی از جانب ایالات متحده اعمال شده است خوشحال نیستیم. من معتقدم دولت اوباما باید در جهت لغو این تحریم‌ها حرکت کند. ایالات متحده بانک‌ها و کمپانی‌های بسیاری را تحت فشار قرار می‌دهد تا معامله‌ای با رژیم ایران انجام ندهند. اینها رفتارهای غیرقابل قبول است. خبرهایی از تحولات عراق. شان محمد طه عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق از لیست کردی گفت سفر مالکی به واشنگتن با سیلی از انتقادات توسط کنگره مواجه شد. این در حالی است که کنگره اختیارات دادن سلاح را دارد و نه رئیس جمهور آمریکا. قوه قانونگذاری در آمریکا و رئیس جمهور نسبت به سیاست داخلی مالکی قانع نیستند و نگرانند که از سلاح علیه شرکایش و علیه کشورهای منطقه استفاده کنند. عیاد علاوی رهبر العراقیه نسبت به دخالت رژیم ایران در عراق هشدار داد و یکی از مشکلات اصلی عراق را دخالت‌های شوم رژیم ایران دانست. وی که با تلویزیون CNN مصاحبه می‌کرد گفت ما شاهد دخالت‌های آشکار از جانب رژیم ایران هستیم. این رژیم تلاش می‌کند در امور داخلی عراق دخالت کند، به خصوص بعد از اینکه همه نهادهای اداره کننده عراق بعد از اشغال آن از بین رفت. رژیم ایران اصلی ترین عاملی بود که با تمام قدرت ویرانی را به عراق برمغان آورد و از شبه نظامیان و فرقه گرایی در عراق حمایت کرد. عیاد علاوی درباره انتخابات عراق گفت بار قبل من با اختلاف دو کرسی در پارلمان برنده شدم، اما این شانس را از فراکسیون ما گرفتند و متعاقباً مالکی دوباره با حمایت رژیم ایران و پذیرش آمریکا در مقام خود ابقا شد. تا آنجایی که به انتخابات برمی‌گردد به مردم عراق خیانت شده است. رهبر العراقیه درباره نقش آمریکا در عراق گفت متاسفانه دوستان آمریکایی ما مسائل را ساده سازی می‌کنند. اگر دولت یک دیالوگ واقعی را برگزار نکند و به پروسه دموکراسی و نتایج انتخابات احترام نگذارد، در این صورت هیچ امیدی نخواهد بود که خشونت افزایش پیدا نکند. ترکی فیصل رئیس سابق اطلاعات عربستان سعودی در گفتگو با واشنگتن پست گفت نوری مالکی در اثر فشار رژیم ایران به نخست وزیری رسید. ترکی فیصل در پاسخ به این سوال که آیا حمایت آمریکا از نخست وزیری نوری مالکی اشتباه بود گفت از زمانی که نوری مالکی نخست وزیر شد سنی ها را از هر منصب قابل توجهی در عراق کنار زده است. آخرین باری که کاندیدای نخست وزیری شد یک فرمانده پاسداران یعنی قاسم سلیمانی از تهران به بغداد آمد تا روی سایر احزاب شیعه فشار بیاورد تا به ائتلاف مالکی بپیوندند. به دلیل فشارهای رژیم ایران مالکی در پارلمان به اکثریت رسید. چیزی که مضحک است این است که مالکی به یک میزان توسط آمریکا و رژیم ایران حمایت می شود.
تعداد افرادی که امروز در عراق کشته می‌شوند از روزهای اوج شورش و خرابکاری در سال 2006 بیشتر است. او برای عراق هیچ کاری نمی‌کند. هیچ بهبودی در وضعیت امنیتی یا اقتصادی عراق به وجود نیامده است. اخباری از تحولات قیام مردم سوریه. ارتش آزادی سوریه مناطق وسیع از استان هومس را به تصرف خود درآورد. یگانهای ارتش آزادی در عملیاتی با نام درهای خدایی بسته نمی شوند، شهرهای مهین و حوارین را تصرف کردند و ایستگاه‌های بازرسی خود را در شهر صدد برقرار کرد. ارتش آزادی سوریه همچنین انبارهای داخل شهر مهین را که در فاصله 1 کیلومتری این نقطه است به محاصره خود درآورد. انبارهای داخل این شهر به عنوان دومین انبارهای مهم این منطقه به حساب می آیند. ارتش آزادی شهروندان داخل شهر مهین را از مناطق درگیری خارج کرده است و راه‌های کمک رسانی به نظامیان اسد را از طرف شهر هومس و تدمر قطع نموده است. یگانهای ارتش آزادی سوریه توانستند با کنترل بر انبارهای مهمات و سلاح منطقه مهین در حومه جنوبی هومس که دومین انبار بزرگ در سوریه محسوب می شود، پیشرفت قابل توجهی در نبردهای هومس و حومه آن احراز کنند. این موفقیت بعد از درگیری‌های 2 هفته‌ای بین یگانهای ارتش آزادی سوریه و مزدوران بشار اسد حاصل شد. یگانهای ارتش آزادی سوریه با کنترل بر انبارهای مهمات و سلاح مهین می توانند به غوطه شرقی که در حومه دمشق در محاصره نیروهای نظام اسد است، کمک‌های نظامی ارسال کنند. در حومه غربی دمشق رزمندگان ارتش آزادی سوریه، گروهان ضد هوایی و یک مرکز تجمع نظامیان اسد در منطقه جبل شیخ را تصرف کردند. در این عملیات 2 موشک‌انداز کاتیوشا توسط رزمندگان منهدم شد و شماری از نظامیان اسد به هلاکت رسیدند. یگانهای ارتش آزادی سوریه در روستای حرفا با 1 ستون نظامی اسد که به منظور پشتیبانی از این موضع آمده بود درگیر شدند و خسارات سنگینی به آن وارد کردند. به گزارش تلویزیون الشرقیه، گزارشات اطلاعاتی آمریکا نشان می‌دهد که رژیم بشار اسد به طور کامل اطلاعات ذخیره‌های سلاح شیمیایی خود را نداده و برخی از آنها را مخفی کرده است. شبکه CNN به نقل از یک مقام آمریکایی گفت داده‌های اطلاعاتی حاکی از این است که رژیم سوریه برخی از سلاح‌های شیمیایی خود را مخفی کرده و این به این معناست که رژیم سوریه همچنان انبارهای مخفی سلاح شیمیایی دارد. بینندگان عزیز، اخبار این ساعت سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران در همین جا به پایان می‌رسد. تا بخش بعدی خبر همه شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.